شاهرخ جان ممنونم که با ما هستی، خوشحالیم در خدمت شما هستیم. من آلما رحمانی رو به شما معرفی میکنم، همکار خودم، که البته شما یک بار در اتاوا ایشون رو دیدید. اون زمانی بود که حدود 7 سال پیش شما اومدید در پارلمان یه برنامه داشتید و ما اونجا خدمتون رسیدیم. من خودم خدمت من رسیدید. این تو زبان فارسی دو تا معنی داره. نه شما نه نه به کدوم معنیش؟ شما خدمت کردیم، به شما میهمان خدمت شما بودیم. بله بله آها، در خدمت داشت. درسته. من خودم البته در شاید اولین تیرگان بود وقتی که شما شیرعلی مردان رو اجرا کردید، اومدم با شما صحبت کردم. بعد از کفن سیاه اومدم با شما صحبت کردم و یکی دو مورد دیگه که الان یادم نیست. ولی الان میخوایم درباره 10 فوریه صحبت بکنیم و من میدمش به آلما جان که بیشتر با شما صحبت بکنن و یه خورده سوالاتشون از شما بپرسم. باشه، من در خدمتتون هستم. سلام دوباره به شما، ممنون از وقتتون. برنامه 10 فوریه که آقای فلاحی بهش اشاره کردن، 10 فوریه ما در اتاوا میزبان شما خواهیم بود، به شما خدمت خواهیم کرد. برنامه‌ای هست که به نام The Art of Improvisation یا هنر بداهه پردازی، اون موسیقی و شعر و رقص رو که امسال در تیرگان در تورنتو اجرا شده، خوشبختانه ما این سعادت رو داریم که در فوریه اتاوا میزبان شما باشه و این برنامه 4 نفره رو شما اینجا توی اتاوا اجرا بکنید. مطمئنم که خیلی سوال برای کسانی که تبلیغ این برنامه رو دیدند وجود داره. یه بخش، یک سوال مهم پررنگش احتمالاً اون وجهی از هنر شماست، از رقص شما، که متفاوت هست از اون رقصی که جاهای دیگه به اشکال دیگه دیدن. اینجا بیشتر حالت تئاتر هم حتی شاید بهش داره اضافه میشه و به چشم مردم متفاوت یا یه کار سنگین‌تر میتونه به نظر بیاد. کمک میکنید به ما اگر که توضیح بدید که کلن رقص رو و ادغامش رو یا این برداشتی که شما بابت حالا دانش و تجربه تئاترتون دارید و این ادغامی که تئاتر و رقص رو با هم کردید، تا چه حد ما میتونیم توی این برنامه 10 فوریه اتاوا منتظر چی باشیم؟ خیلی ممنون از توضیحتون برای باز کردن این سوال که خیلی هم پیچیده به نظر میاد اگه کسی اصلا هیچ ایده ای از این برنامه نداشته باشه. الان با سوال شما الان دیگه واقعا بس دیگه، وا مگه چیه؟ مگه بریم رقص ببینیم دیگه؟ مگه اینقدر فکر کردن و توضیح دادن داره؟ خیلی کسایی که میرن توی موزه یک اثری رو ببینن، بسیارانشون هستن که به همین بسنده میکنن که چشمشون سیراب بشه، فقط دلشون میخواد که ببینن، حسشون بصریه. بعضی از آدم ها هستن که هم سمعی دلشون میخواد مطلع بشن که چرا اون نقاش این شکلی نقاشی کرده، چرا این سبک اصلا به وجود اومده، این چراهایی پشتش که کنجکاوی ما رو در واقع سیراب میکنه، خیلی ارزشمند هستن. گاهن پیش از این که تو با اثر مواجه بشی، گاه همزمان، گاه بعدش. حالا چند دسته آدم داریم. من خودم جز اون آدمی هستم که بیگدار به آب میزنم، برمیشم میرم یه برنامه بدونه که هیچ چیزی ازش بدونم، مطالعه کرده باشم، مثلا بدونم کی داره اجرا میکنه، چی هست، یه تیتر رو شنیدم یا یه کسی یک بهانه دوستی گفته پاشیم بریم، یا برای دیدن یک دوستی که روی صحنه داره اجرا میکنه، هیچ هم از پیشینی بقیه نمیدونم، شاید مال اون رو بدونم. بعضی موقع هم رفتم برای هم تو رفتم دلو زدم به در و اونجا یه اتفاق خیلی ویژه میفته. تو هیچ وقتی که هیچ پیشینه ای از کار نداری، همه چیز اونجا در لحظه اتفاق میفته. تقریبا مواجه میشه با تیتر برنامه ما که هنر بداهه پردازی. فقط بداهه نواخته نمیشه یا سروده نمیشه، بداهه همه چیز پرداخته میشه. همطور که خودتون فرمودین، ما 4 نفر هستیم، هر کدوم یکی از عناصر رو روی صحنه داریم باش سر و کله میزنیم. عناصر 4 گانه ارسطویی، هم عنصرهای خاک و باد و آب آتش، و هم عناصر شنوایی و حسی و بینایی.
از عناصر شنوایی که خب ما موسیقی رو داریم که بهفر بهادران و جناب پژمان حدادی هستند، یک روم در ملودی و اون یکی در ریتمه. هر کدوم از اینها دو تا فضای کاملا جداست. یک عنصر دیگه شنوایی اضافه شده که همزمان شنوایی و بیناییه که عنصر تئاتره، که شبنم طلویی نازنین، دوست صمیمی از پاریس و همکار نازنینم، که به ما لطف کرد وسطای راه، یا شاید بشه گفت حتی آخرای راه، چون نه وسطای راه بود، ما از سر این جریان انقلاب زنان یعنی قرار نبود که این برای این اتفاق بیفته، ما برنامه ریزی کرده بودیم، برخورد کرد به روز اول این داستان ها. همه بچه ها هم که یعنی فقط من و بهفر و پژمان بودیم، تصمیم گرفتن که این کار رو لغوش کنیم، این اجرا رو نکنیم، چون برای هیچ کس جذاب نیست که در یک همچین شرایط نامناسبی بیاد برنامه رقص تماشا کنه. ما که نمیتونستیم اون زمان برای مردم توضیح بدیم که شما قرار بیاین یک رقص متفاوت رو ببینید، خواهش میکنین بیاین، ربطی نداره. انگار کسایی که مثلا اون زمان میگفتن برای سوگواری یه کسی مثلا مرده، خیلی دلم میخواد که توی پرفورمنس بکنی، بعد یه سری میگفتن وا برای سوگواری پرفورمنس کردن مگه میشه؟ رقص که آخه برای عزاداری، ما یه ایده ای داریم از رقص، وقتی که رقص رو میشنویم الزاما باهاش یک حالت ترنمی، یک خوشایند نمیدونم بشکن و بالاست. ولی خب کار من چون از زمینه تئاتر میام، من هنرپیشه تئاتر بودم توی فرانسه، و رقص در واقع برای کمک کردن به زبان جسم منه که بتونم همزمان که دارم صحبت میکنم حرکات من بتونه خط قرمز بکشه زیر کلمه هایی رو که من میخوام اون کلمه رو برسونم. بعد یک زبان دیگه ای داریم که زبان سکوته، یعنی که تو فقط از بدنت استفاده میکنی برای گفتن حرفات. حالا اونجا چه حرفی تو برای گفتن داری؟ بعضی از رقصنده ها هستن که حرفشون برای گفتن درد دل مردم رو تازه کردن، یکی برای خندوندن، یکی برای این حس شعف رو به وجود آوردن. مال من اون چیزی رو که باهاش عجین هستم از بچگیم یه فضای تئاتریکالی بوده، که این فضای تئاتریکالی که من توش بار اومدم جان مایش دراماست، و حتی تخصص هم در تراژدی گرفتم. یعنی نه تنها رنج های آدمیزاد که سبب تولید و تولد دراما ها میشن، بلکه درد های آدمیزاد که مثل از دست دادن فرزند باشن که تراژدی ها رو به وجود میارن. تفاوت عمده این دو اینه بین تراژدی و دراما، که اون ذهنته که یه کسی رو از دست میده، عشقت گذاشته رفته، ولی اونجا فرزند تو از دست دادی، به قتل رسیده، یک اتفاق ناگواری از این جنس رقم خورده. من تخصصم رو در تراژدی گرفتم توی تئاتر، بنابراین بازتابش رو در حرکات من همیشه میتونست کسی که اهل تخصصه، اهل کنجکاوی، اهل بخیه است، میتونست اینها رو ببینه همیشه. ولی خب کسایی که میومدن اولین بار بدون هیچ ذهنیتی از این که چه چیزی رو دارن میرن ببینن، خیلی اون بخصوص اون سالها یادمه که همه میومدن میگفتن آره به ما گفتن داری میریم برنامه رقص ببینیم، بعد اومدیم تو سالن دیدیم صندلی نشستن همه، گفتیم برنامه رقص هم بعد بشینیم. فکر میکردن که قرار اونم توی سالن توی دیسکوتک همه برقصن، منم که دارم میرقصم بالا اونم با من برقصن و بشکن بالا و دست بزنن از اولش. ولی خب اینا من خب شاید هم به خاطر جایگاهی بوده که من توش بزرگ شدم فرانسه، یا سیستمی که توش بزرگ شدم که خیلی فرق میکنه از لحاظ هنری بوده. من این ذهنیت رو هیچ وقت نداشتم از اینکه رقص غیر از تو محافل خصوصی که برای ترنم و برای خوشگذرونی و خنده و شادی و این حرفاست، هیچ کار من رو صحنه همیشه درگیر دراماهای اجتماعی مون بوده، نه تراژدی و مسلما حالا امروز تراژدی هم شده. این دفعه که داشتم این کار رو می آوردم رو صحنه و بچه ها همکاران خودم بهفر و پژمان گفتن که شاید بهتر باشه کار رو متوقف بکنیم، من گفتم اتفاقا برعکس، من فکر می کنم بالاخره من به یک انسجامی رسیدم با بیننده هام. برای اولین باره که وقتی من می رقصم مردم انرژی و حسی رو که از رقص من دارن دقیقا همون حسی که خودم دارم رو صحنه. اولین باره که توی تاریخ زندگی من یک همچین انسجام حسی بین صحنه و سالن داره اتفاق میافته. به خصوص همون روزای اول خیلی هم پررنگتر بود، یعنی
سکوت هایی رو ما داشتیم در هنگامه اجرای این برنامه که من تا به عمرم تجربه نکرده بودم. گاهن میشد مثلا وقتی ما میگیم 5 دقیقه صحنه ای، برای اینکه بگیم که خیلی زمان طولانیه، بعضی موقع این 5 دقیقه صحنه ای فقط 30 ثانیه بیشتر نبوده، ولی 30 ثانیه سکوت مطلق از یک سالن 600 700 نفره انقدر اعجاب انگیزه، هم قلبت رو میاره تو دهنت، هم تویی که روی صحنه هستی در یک لحظه سکوت، توقف، هیچ حرکتی نیست، هیچ صدایی نیست، نه توی سالن نه توی صحنه، نور کمه و مردم توی یک فضای دراماتیکی که فکر میکنن نفسشون بند اومده، خودشون دیگه از خجالت اینکه صدای نفس خودشون آزارشون بده، اولین باره که نه تلفنی زده میشه، نه زنگ تلفنی میاد، نه کسی جابجا میشه، نه کسی با بقیه حرف میزنه، نه کسی بیسکویت در میاره خورد بکنه، تخ 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 خش خش بکنه که مزاحم بیننده های دیگه بشه و شنونده های دیگه رو به نیوشیدنشون آسیب برسونه. و این سکوت هایی رو که من تجربه می کردم با اولین اجراهای این بداهه پردازیمون 3 نفره، انقدر خوشایند بود که وقتی این اجرا رو توی استنفورد کردیم، توی سان فرانسیسکو کردیم، و توی آخر برنامه از یکی از دوستانم که تو سالن بودن، یه خانومی مثلا که اونجا نشسته بود، میخواستم هر دفعه که بیاد به ما بپیونده روی صحنه، یک قطعه آخری که خیلی حالت نوستالژیک داشت و آرمانهای من رو در بر میگرفت توی ادبیات معاصر ما، که ایران ای سرای امید بر بامت سپید دمید، بنگر که از این شب پرخون خورشیدی خجسته دمید، این رو دلم میخواست که و راه ما، راه بهروزی، اتحاد، اتحاد رمز پیروزی است. من این رو مثلا سالهاست دارم روش میرخصم، سالهاست، یعنی 20 سال پیش من یادم با یه گروهی از نوازنده هایی که توی روم هستن، برادر محسنی پور آورده بودیمش روی صحنه، اون زمان مردم مثلا میگفتن چقدر جالب بود این آهنگه، ولی الان همه این مردم تو سالن میخوندن اینو با ما. زمان عوض شده، زمانی شده که من با این ارتباط، با وجود که خب به کهولت خودم رسیدم در فناوری هام، در توانایی های جسمانی خودم، خیلی خیلی الان من قابلیت هامو از دست دادم، ولی چیزهایی رو که به دست آوردم به ازاش، مثل همون چیزی که ما تفاوت بین جمال و حسن میدونیم، بین زیبایی و نیکویی، ما از زیباییمون کاسته میشه با سن، بر نیکویی ما افسوده میشه دائما. و آن چیزی که الان برای بیننده های من قسمن، کسایی که کارهای منو قبلا دیده بودن یا کسایی که برای اولین بار مواجه میشن، با نیکویی های من بیشتر در ارتباط هستند تا پیش از این که بیشتر جمالات من بود و حالا موهای بلند و هیکل آنچنانی و منم نیمتن لخت میمدم رو صحنه و همه ارضا میشدن یه جورایی، ولی الان دیگه هیچ کنون از اینا دیگه وجود نداره، مگه لخت بشم هم فرار میکنن رو صحنه. خب خود به خود معلومه که خیلی پوشیده ترم دیگه، اون موها رو ندارم، به قول خیلی از این خانومایی که میان میگن که اون موها، اون گیسوان رو چیکار کردی؟ حیف شما نبود؟ اصلا یه رقص شما اصلا اون ابهت سابقه نداره. اینا رو هم میشنوم در این حال، ولی چیزی رو که واقعا خیلی عمیقا به دست میارم و ازش خیلی خیلی بیشتر مشعوف هستم، اینی که رابطه بیننده هم با من رابطه شده از درون. مردم میان و به همون ابعاد هیچی نمیگن، میاد دوله من وای میسته اینجور نگاه میکنه، میگه و من در این سکوت که سرشار از سخنهای ناگفته است، آنچنان دیوانهایی رو میشنوم که از هر چه تمهید و تمجید والاتره که تو تمام زندگیم داشتم در مورد گیسوان مجهدم و نمیدونم و جسمم و توانایی ها. و این به لطف چند، همطور که داشتم خدمتون عرض می کردم، چند عنصره که یکی از عناصر سازندش که ریتمه، که این کوه سر جاش بایستاده، پژمان حدادی، یکی از عناصرش عنصر آبه که مثل یک امواجی که دائما توی این
اقیانوس موسیقی ما بهفر رقم میزنه. منم خودم مثل یک باد هستم که در این صحنه مثل یک بیشتر قباری هستم که در دست این باد در آلت موسیقی پرتاب میشم به این سو و اون سو. یکی از عناصر چهارگانه واجب رو ما نداشتیم که از جنس آتش بود و اون رو به لطف شبنم یافتیمش در اجرای سان فرانسیسکو. شبنم که اومد روی صحنه که این قطعه آواز رو بخونه با ما، آنچنان خودش مجذوب این کار شد، گفت شاهرخ من همه کارهای تو رو دیده بودم، چه تئاتر چه رقص، این کار تو یه چیز دیگه ایه، بیا اینو بچرخونیمش، حیفه. گفتم باشه با کمال میل. دیگه خودش به اون ملحق شد، عنصر چهارم، و یک عنصر مؤنث کاملتری از خود من که همون عنصر مؤنث بودم روی صحنه یهو به وجود اومد روی صحنه. یه تعادلی شد، رفت در رأس این هرم قرار گرفت و کار خیلی جذاب شد. حالا این بداهه بودنش الان خیلی کم رنگتره چون ما دیگه خیلی تمام این چهارچوب رو انقدر توش بازی کردیم، جای بداهه رو برامون کم کرده، ولی مثل یک کندوی عسلی شده که ماها مثل زنبورهایی هستیم که به صورت بداهه میتونیم هر جایی که دلمون خواست در این فضای مشبک بسیار بسیار منظم هندسی نظامی بتونیم آزاد حرکت بکنیم. و خود به خود هنوز این قابلیت رو در بداهه پردازیمون و برامون باز میذاره. شبنم خیلی خیلی عنصر پررنگی تو این کار، جانمایه شنوایی است از زبان، فرق داره با موسیقی. موسیقی رو ما بهش میگیم جزء الهان، موسیقی زبان خدایانه، برای ما آدمیزاد یا میرندگان قابل فهم نیست موسیقی. حتی کسانی که به صورت تخصصی با موسیقی را کار دارن هنوز برای اونها هم کلی علامت سواله، ولی یک زبانی است که زبان الهیونه، ولی زبانی رو که ما خودمون ساختیم و به غایت زیبا پرداختیمش به نام نظم. نظم در ادبیات فارسی وقتی که سه تا از شعرهای سه تا زن رو شبنم خودش اونجا یک جوری دکلمه میکنه یا بازی میکنه و اجرا میکنه، که اولیش یک شعر بسیار سخت و دراماتیکی از فروغ فرخزاد به نام آیه های زمینی که تاریک ترین شعر فروغ به ذمه بنده، که این انتخاب شعر از خودم بوده چون این شعر رو بی نهایت دوستش داشتم، که انگار که متاسفانه تاریخ ماست که هیچ وقت انگار نمیخواد به پایان برسه و دائما تکرار میشه. این انگار که خورشید مرده بود، خورشید مرده بود و هیچ کس نمی دانست که نام آن کبوتر غمگین که از قلب ها رمیده یا گریخته ایمان است. و این مباحثی بودم که من اصلا همه عمرم درگیرشون بودم توی دراماهای زندگی خودم، و الان که شبنم اینا رو اجرا میکنه و منم روی صحنه نشستم و دارم خانش شبنم و پردازشش رو میبینم، اون حسی رو که ازش میگیرم همون لحظه میرقصمش. این هیچ وقت با دفعه پیشش کاملا مطابقت نمیتونه بکنه، به خاطر که بستگی به اون حس اون لحظه من داره، بستگی به اجرای شبنم داره، اجرای شبنم بستگی به انرژی سالن داره، انرژی پژمان داره، انرژی تازه. حالا جالبه که خودشون هم یک داستان عاشقانه تو دل خود ما اتفاق افتاد بین شبنم و پژمان. حالا نمیدونم اینا اینو پابلیکش کردن که منم اینجا دارم همطور اناونسش میکنم، میتونین اگر یه وقت خودشون نخواستن رو یه دونه بوق بذارین، بوق ممتد، که این رو کاورش بکنه. و مگر نه این اتفاق که عشق روی صحنه متولد شد و اصلا من انگار که جزئی از اون عناصر سازنده اون عشق هستم که مثل آرمانهای منه همش در مورد عشق، به عشق رسیدن، به نور رسیدن، به حرارت رسیدن، به دوستی، به محبت، به این تساهل، به تمام آرمانهای ما، اوتوپیاهامون رو هر داریم روی صحنه در معرض نمایش میذاریم برای مردم که ببینن در دل این دردها چقدر زیبایی ها نهفته و چقدر راحت میشه از این دردها
چیزهای زیبایی. این دردزادگان هیچ فرزندی نیستش که بدون درد زاده بشه، و اگرم این درد رو هر چقدر که ما کاهشش بدیم، رابطه بین مادر و فرزند رو کمش میکنیم. هر چقدر که از این قرصای ضد درد بیشتر مصرف بشه یا سزارین بشه، حتی دردی که از یه زایمان واقعی بدون هیچ گونه پریدورال و این چیزا اتفاق میفته، دکترای روانپزشک که الان داشتن سخنرانی میکردن، این دردزادگان، این اولین رابطه عمیق یک unconditional love، یعنی عشق بی شرط بین مادر و فرزند، هر چقدر این درد زایمان پررنگتر باشه، اون رابطه و اون عشق بی شرط قویتر و غلیظتره. و این اتفاق رو من احساسش میکنم روی صحنه و همه همکاران منم هم احساسش میکنن. بنابراین نقشی که بیننده های شما در اتاق اون روز خواهند داشت همونقدر حیاتیه که توانایی های من. بنابراین با هم یک ساختمانی رو خواهیم ساخت از جنس عشق و از جنس نیکویی. نمیدونم جوابگوی سوالتون بودم یا نه. عالی، مرسی. من جواب یکی دوتا سوال دیگم رو هم پیشا پیش گرفتم. اول اینکه میخواستم بپرسم، متوجهم که شما با ملودی رقصیده اید، با ریتم تنها رقصیده اید، به توضیح و توصیف خودتون حتی سکوت هم روش رقص دارید و کردید، و برام جالب بود، سوال بود که خب اجرای موسیقی زنده روی تئاتر سابقه تاریخی داره همزمان با اجرای نمایش، ولی برام سوال بود که چرا این دو ساز فقط، و چرا متوجهم که یک ساز ملودیک یک ساز ریتمیک. الان با توضیح شما متوجه شدم که چرا مجموعه شما 4 نفر شده. حالا حضور اون ملودی و حضور اون ریتم قرار بوده چه ستونهایی رو حفاظت بکنه و شکل بده، و بعد اضافه شدن شبنم هم چطور این 4 تا این عناصر اربعه رو چطور به هم دوخته و کامل شده. سوال دیگه هم این بود که اون انرژی رایگان و موجودی که تماشاچی موقع رقص های پرشور مثلا رقص های فولکلور و اینا به شما منتقل میکنه در سالن، تو چنین اجراهایی جاش خالیه. اون نبودن اون انرژی چه تأثیری روی احوال شما داره؟ که جوابش رو به روشنی گرفتم. اون سکوتی که شما میگید، اون سکوت حالا شاید چند ثانیه‌ای بوده ولی 5 دقیقه‌ای صحنه حساب میاد، یک کیفیت دیگه ای از انرژی و روحیه رو به شما روی سن برمیگردونه. خیلی فرق داره با اون شور و حال و بشکن و بالا بندازی که شما میگید از رقص های پر جنب و جوش تر به دست میاد، ولی به هر حال اون انرژی رو مردم درک میکنن، پردازش میکنن در خودشون و به شما برمیگردونن. اینجاست که دقیقا همون نقش تماشاچیا و فضا پررنگیش باز هم معلومه. من درسته در راستای صحبتاتون، حالا دلم هم نمیخواد که همه دیگه کل برنامه رو برای همه بگم که اون سورپریزی که بایستی مردم بشن که اون لذت اتفاق بیفته اون برداشته بشه، ولی فقط برای اینکه به خدمتتون گفته باشم که اتفاقا حالا نه تنها اون اتفاق قبلی ها میفته، که اون لحظاتی که یهو یک ملودی آشناست یا یک چیز آشنایی داره اتفاق میفته، این شور و حال مردم صد چندان شده. یعنی عکس‌العمل هایی که با دست زدن و یوهو جیغ کشیدن و یه صداهای عجیب غریبی که از تو سالن میاد بیرون، لحظاتی که شور هست، 100 برابر اون دوره قبلیه که این لحظات شور دائمی بود، چون نیاز بهش هست. ما توی ادبیات فارسی یک واژه خیلی زیبایی داریم در ادبیات قدیم به نام نیازی. نیازی به معشوق گفته میشه. عاشقی که نیازی میشه اون که طبیعتاً بایستی نیازی بشه. معشوق متعالی رو در زبان فارسی و در زبان عرفانی بهش میگن نیازی، برای اینکه نیازمند به عشق پردازی عاشق خودش میشه اون نیازی. و مردمی که در دوری از وصال هستند، وصال در واقع پایان شوقه، شوق برای وصاله، اون لحظه‌ای که وصال صورت میگیره ذوق حاصل میشه،
یا ذوق جسمانی که لذت بهش میگی، اون لحظه پایان اورگاسم رو بهش میگن. ولی اون زمانی که این زمان فراق بهش میگی، یعنی دوری از معشوق، معشوق که نیازی شده به ما، این وقتی که اون لحظه طولانی میشه، هر قدر که این فراق طولانی تر میشه، اون لحظه وصال پرشور و حال تر میشه. برای همین که زمانهای ذوق وقتی که روی همچین صحنه ای کم میشه تعدادشون، این فاصله زیاد میشه، اون لحظه ذوق رو صد چندان میکنه. و این رو حالا خودتون انشالله شاهدش خواهی. حالا خوبه من همه این داستان رو بگم، اصلا تنها جایی که مردم اصلا هیچ ذوق و حالی نشون ندن به خاطری که راجبش حرف زدیم، همین اتفاق خواهد شد. یعنی میدونی در واقع ذهنیت مردم رو الان ما داریم آماده میکنیم که منتظر یک کمچین چیزایی باشن، و یعنی این اصلا خوب نیست. در واقع متاسفانه بعد بهتون میگم اصلا هیچ اتفاق خوبی نمیافته. اصلا منتظر هیچی نباشید. علکی رو علکی میدون بوق بذارید، تعداد بوقامون داره زیاد میشه. مشتاقانه منتظر 10 فوریه هستیم و اینکه در خدمت شما باشیم اینجا در اتاوا، میزبان شما. شنیدین قربان جناب فرمانده؟ شنیدین؟ خیلی هم خوشحالم، چون اتاوا فکر کنم اولین شهری که من اومدم توی کانادا حدود مثلا 37 سال پیش اومده بودم برای اجرا، هواپیما اومد به اتاوا برای اینکه برادرم اونجا زندگی میکرد، توی کمپانی هواپیمایی ایر کانادا داشت کار میکرد. اومدم اونجا به دیدنش اتاوا، بعد این شهر رو که من دیدم مثلا خیلی شگفت انگیز بود برام، چون یه ترکیب، اولا این که پایتخته هیچ کس نمیدونه، اون زمانم که گوگل نبود که، همین به من گفتن اتاوا پایتخت کانادا، شدم اسم عجب غریبه اتاوا، اصلا نمیشد تلفظش کرد. بعد خود شهر بافتش، این دو زبانه بودنش، دو فرهنگی بودنش، اینکه مثل واشنگتن دی سی یه شهر گله گشادیه که مردم همش تو کار مشاغلشون، فکر نمی‌کردم مثلا کار مثلا فرهنگی بتونه اونجا بیاد. یه بار یادم حدود 25 سال پیش بود، قبل از اینکه تیرگان شکل بگیره، یه دختر خانمی که ستاره، یادم هم نمیاد فامیلش چیه، اونجا برای من این نمایشنامه کفن سیاه میرزاده عشقی رو آورد بودم رو صحنه، اون رو آورد اتاق اجراش کردیم. ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم دوباره به این راحتی رو برگردم. اتفاقی که دوستام هم هست اونجا، نهال نیکو، که همیشه خیلی اصرار داشت که من بیام اتاوا، ولی در این حال میگفتش خب اینجا، ولی خب جامعه ایرانیش کوچولو، نمیشه زیاد روشون حساب کرد، که اگه یه کار مثلا فولکلوریک و پاپ بود مطمئن بودم خب مثلا یه سالن بزرگ میتونیم بگیریم. ولی خب الان این کار خیلی میچسبه به یه محیط کوچولو، یک فضای مثلا جمع جور 150 نفره، خیلی بیشتر این سیرکولیشن انرژی، این چرخش انرژی رو هم من حسش بیشتر میکنم، هم مردم. و جالبه که در ذات خودش این جمع شدن انسانهایی که به این سبک از هنر که کار من و پژمان و شبنم و بهوره جذب میشن، خب تعدادشون کمتره تا آدمایی که دلشون میخواد برن یه 2 دقیقه بیرون که هواشون عوض بشه، برن یه خور بخندن، برن یه کار طنز ببینن، شاد ببینن، این اون فضا رو نداره مسلما. ولی یک شوری در ما به وجود میاره، در بیننده ها به وجود میاره، که اتفاقا اون فضای طنزه کمتر به وجود میاره، برای که یک تعمقی پشتشه. اونجا در ناخودآگاه ما اتفاق میفته، در هنگام این طنز و شادی فقط ترشحات آدرنالینه. اینجا هم همون اندازه ترشحات آدرنالینه که هورمون های شعف هستن، همونقدر سراتونینه که هورمون های خوشبختی هستن. تو احساس خوشبختی میکنی وقتی به عمق یک چیزی پی میبری، وقتی یک دریافتی حاصل میشه، اون رو ترشحات اکسیتوسین و سراتونین میره بالا، که تو میگی واه حالا فهمیدم این شعر و فروغ فرخزاد 10 سال پیش گفته، ما هنوزم در خم همون کوچه ایم، راه چاره چیه؟ و اینکه جماعتی پیدا میشن که بالاخره یک کسی بهشون یک رهنمودی میده، 3 تا شاعرن، یکیشون یک خانم سوریهی که الان نزدیک بکنم 80 سالش باشه، قاعدت السمان، که یک شعر بی نهایت زیبایی داره، که شبنم اون شعر رو که میخونه
من خودم رو صحنه به عنوان یک مرد از خجالت آب میشم، آب میشم. و اگر این اتفاق بتونه توی فقط 1% یک سالن بیفته، دو تا مرد از مردانگی خودش به جای که مفتخر بشه شرمسار بشه، من فکر میکنم رسالتم به پایان رسیده. و در آخر شعری از یک دختر جوانی است که اتفاقا دختر جوان که میگم با نسبت به خودم دارم میگم، که از دوستان اتفاق شبنم هم هست و فکر کنم توی جنبش سبز بود که از ایران خارج شد و دیگه نتونست برگرده، برای اینکه خب خیلی براش دشوار شد و همسرش یا دوستش اونجا مونده. و این قصه رو که تعریف میکنه دیگه زبان امروزه، از زبان گذشته تا به امروز، از زبان 3 تا زن شاعر متفکر انسانگرا قبل از اینکه بخوان سکسیست بشن که بگن که مثلا فمینیزم، این فقط گرایش انسانی های آدمی زاده، چه زن چه مرد، و اینکه ما بخوایم خودمون رو به اون حد متعالی بکنیم که دیگه نه مرزی وجود داشته باشه، نه جنسیتی، نه گرایشی، نه رنگی. این هاست که تو توی این 3 تا شعر من سعی کردم که القا بکنم به بیننده هام، و به لطف شبنم این اتفاق راحت تر میفته، چون وقتی خودم داشتم قبل از که شبنم بیاد خودم این شعر رو میخوندمشون روی صحنه، ولی یک تضادی بود. من بستی در پی زنانگی خودم میگشتم که بتونم از زبان یک زن این شعر رو بگم. شبنم دیگه این کار رو لازم نیست بکنه، از زبان 3 تا موجود، از یک زبان یک ایرد بانو صحبت میکنه. شعر فروخ زبان آسمانی داره، زبان خدایانه، و دومی زبان یک ملکه است، و سومی زبان یک انسانی است که در روزمرگی خودش مورد این همه تهاجم قرار میگیره فقط به خاطر که زنه. 3 تا نسل، 3 تا دوره، 3 تا هستی متفاوت، و اینها خیلی جذاب میکنن. در 3 قسمت 3 تا تابلوی مختلف از فضای بسیار سرد و غم‌انگیز یأس میره در فضای عرفان و شور و عشق، و در آخر فضای خرد و نور و خورشید و امید. چقدر جالب. یک قصه مشهوری هست که مارسل دوشان داشته یک کاری رو جابجا می‌کرده، یک آرت اینستالیشنی رو داشته جابجا می‌کرده و از این موزه به موزه بعدی که داشته این کار جابجا می‌شده، یک ترکی می‌افته روی شیشه جایی و اینا همه دست و دلشون می‌لرزه. ای داد میاد نگاه می‌کنه، میگه جای همین ترک خالی بود، تازه کامل شد، تازه درست شد. شما انگار که به ناچاری بله. اینی که راه حلی که پیدا کردید که کار رو حذف کنیم یا چی بهش اضافه کنیم، اضافه شدن خواسته ناخواسته اون زن اینجا و اون عنصر چهارم کاملا اون جای خالی که متوجه نبودید خودتون شاید چرا یه چیزی الان به نظر خودتون سخت داشت شکل می گرفت روی صحنه و جاش خالی بود، کاملا پر شد و جفت و جور شد هر چهار کنج ماجرا. بله کاملا درسته. هممون هم خودمون هم متعجبیم و خیلی هم خوشحالیم از این موضوع که این اتفاق اینجوری به این فرخندگی رقم خورده که هر جور که باید، یعنی در کل یه درسیه برای زندگی همه آدم ها. حالا درسته من مثلا 35 سال شاید پژمانم همین حدودا روی صحنه، شبنم یه خورده کمتر، بهفر یه خورده کمتر تجربه داریم روی صحنه، نه ولی هیچ تجربه‌ای با اون یکی قابل قیاس نیست. همه اینها مکمل همدیگه هستن و هر روز بهتر از دیروزه. حتی اگر تجربه امروز بسیار سختره تا تجربیاتی که من در جوانیم به دست می آوردم، تجربیات امروز خیلی سخترن، اصلا کمتر شیرین نیستن. یا اگر تلخ هستن، میدونم برای چی تلخن، برای اینکه دستاوردش میوه شیرین تریه. این تیمارداری که بایستی از این درخت زندگی آدم به غایت داشته باشه، این باعث میشه که اون میوهی که متأخر قراره که برسه، اون میوه رو اگر حسابی محافظت بکنی ازش که از آفت در امان باشه، از حمله پرندگان و سنجاب ها در امان باشه، بعد وقتی که رسید از در شاخه درخت رسید نه در کنج یخچال، و اون رو میچشیش،
تمام اون تلخیه فراموشت میشه، لحظه فارغ شدن یک مادر تمام اون دردها و مشغلات اون 9 ماهش رو فراموشش میشه، لحظه تولد همه تلخی ها در آن واحد شیرین میشن و این شیرینی ها همطور روی همدیگه انباشته میشن و هر دفعه فقط انسان رو به خرد نزدیکتر میکنن دیگه. ما فقط داریم بالغتر میشیم و بالغتر، ولی متاسفانه روز آخری که ما به خرد قراره که برسیم روزیه که قراره که بمیریم، تمام تجربیات اون با ما میرن تو خاک. شهر اتاوا گشادتر از اون زمانی که شما دیدید شهر رو شده، دل ما همونقدر گل و گشاد و مشتاق منتظر رسیدن شماست. هوا سرده ولی ما دلمون گرم گرم منتظر اینه که میزبان شما باشیم 10 فوریه. سپاسگزار، خوب میپوشونیم خودمونو. ما نمی ما قول میدیم که نگذاریم شما سرما بخورید. آره نه معلومه دیگه، سالی که نکوست از بهارش پیداست. متشکرم، خیلی خیلی خوشحال شدیم. قربونتون برم، من به امید دیدارتون زود زود. مرسی، قربان، مرسی، خداحافظ. روز خوش، خداحافظ. شب خوش.